خیلی خوش اومدی به کانال یوتیوب من. امروز یه کار خیلی باحال می‌خوایم بکنیم. کسایی که عشق پروازن این ویدیو رو باید حتما ببینن. داریم میریم با آریان و علی عزیز که کاپتان ایرباس A320 هم هست اتفاقا، میریم یه سیمولیتور واقعی رزرو کردیم. می‌خوایم با هم دیگه توی کاکپیت خیلی واقعی پرواز کنیم. البته ما که کاری نیستیم، سلطان اینجاست خودش پرواز می‌کنه. میریم پرواز ببینیم. اگه هواپیما علاقه داری، به پرواز علاقه داری، فکر کنم این ویدیو حتما به دردت بخوره. ببینیم. خب ما رسیدیم به سیمولیتورمون. ایرباس A320 رو انتخاب کردیم امروز برای پرواز، از اونجایی که خود علی هم با A320 میپره. اول رانوی هم هستیم برای تیک آف. بریم ببینیم چه ویدیویی میشه تهیه کرد. خب ما سر گیتوی هستیم، درست میگم کاپتان؟ بله. آماده پوشبک هستیم. علی داره کارهای اولیه رو انجام میده، آری هم نشسته نگاه میکنه. خودمون میشینیم. بعد سی وی رو من یاد نگرفتم آخر. الان یاد میگیرم. کاپتان همه اینا چیه؟ بریم واسه پرواز ببینیم چیکار میکنیم دیگه. استانبول میخوایم بریم. تو فرودگاه استانبول هستیم. یه همینجوری توضیح هم بهمون بده دیگه. خب من الان دارم این بهم میگن FMC یا هم کامپیوتر پرواز، داره میگه از کجا به کجا میخوایم پرواز کنیم. دیتا فرودگاه استانبول و دیتا فرودگاه مقصدمون رو میزنم، شماره پرواز، ارتفاعی که میخوام پرواز کنم، اینا اطلاعاتو بهش میدم و روتو به این میدم. روتو کم کن. همه سیستم رو بهمون نشون میده. الان هوا خاموشه، میخوام استارت کنیم. استارت هم یه توضیحی بده لطفاً. اول FMC رو ببینیم، بعد استارت کنیم کاپتان. اول با استارت کنیم بعد من نمیدونستم. آره، داشتم اینترنت میکردم. بستگی داره البته، شاید خیلی هم برعکس شان کنه، ولی ما از ساعت دارک خارج میکنیم. هواپیما الان دارکیم تقریبا، فقط بعدا رو زدیم که نورمون باشه. خب ما الان باید بریم سراغ APU روشنه و استارت که حالا بعدش ما اینو میریم به حالت نب. الان پوشبک انجام شد، بچه ها میرن برای تاکسی که برن سر باند و تیک آف رو انجام بدن. کپتن جان توضیح بده لطفا. کپتن فلاپ تنظیم میکنم برای رو چند درجه میای؟ یک خوبه دیگه. یک خوبه. تراست بده که اسلت. آره تراست. شما تاکسی این زیر پایه چی ان؟ ترمز رادرمون. بالاش ترمز، بالاش دو تاشو با هم فشار بده. ترمز پایینه. اجازه است من تاکسی کنم؟ بله حتما. حساسیت قبلش باید تست کنی کنترلر. حساسیت رادر چقدر شبیه واقعیه علی؟ نه تقریبا اکچوال حساسیتش. خب چی با تست کنم؟ الان کنترل تو رایت، فول رایت، فول رایت، اوکی، چک، فول لفت، چک، سنتر، آپ، داون بود. آپ؟ آره، حالا بریکاتو چک کن کامل. علی تو چه شرایطی از تیک آف انصراف میدید؟ شرایط مختلفی هست، مثل اینکه مثلا یه موتوری براش مشکلی پیش بیاد، تو سیستممون یه ایرادی که ببینیم و نشه ادامه تیک آف انجام داد و امنیت کافی نداشته باشه، ما ابورت میکنیم تیک آف رو. کاپتان تو چه فازی از پرواز هستیم الان؟ الان داریم از رمپ تاکسی میکنیم به سمت باندی که بتونیم تیک آف کنیم و پروازمون رو شروع کنیم به خلبانی کنترل پایلوت آقای آریان. یه توضیح میدی که فلاپ الان چنده؟ الان فلاپمون رو یک تنظیمه و همه چی حالت نرمال و عادی داره. چطوری سنتر لاین میرین موقعی که تاکسی میکنی؟ چجوری هواپیما رو اون خط وسط نگه میداریم؟ سنتر لاین خب یه رفرنس پوینتی توی کاکپیته که ما از روی اون میتونیم انجام بدیم، ولی خب بعد از یه مدتی بر اساس تجربه وسط صورتمونه، این رو نوک بینیمونه سنتر لاین، برای همون ما روش تاکسی میکنیم یا سنتر لاین رو تشخیص میدیم. این ایرباس A320 برای ایربورن شدن چقدر سرعت الان لازم داره؟ بستگی به وزنش داره. ولی ما الان امروز فکر کنم مثلا با سرعت 180 تا بتونیم
روتیت کنیم. شرایط باد و اینجور چیزا رو الان خودتون تنظیم کردید یا دیفالت یه چیزی بوده؟ از دیفالت هیچی هم باد نداریم، یعنی شرایط جوی کلیر کاملا. در مورد رادر توضیح میدی اصلا چطوری هواپیما چپ و راست میره، هم روی زمین هم موقعی که ایربورن میشه اصطلاحا روی هوا هستیم؟ روی زمین که خب ما نوز ویلو داریم و مثلا فرمون رو داریم که چرخ جلو رو کنترل میکنه، و بعد از یه سرعتی موقع تیک آف چون دیگه عمل نمیکنه ما از رادرمون استفاده میکنیم. رادرم به اصطلاح میگن یا میزنیم، یعنی دماغه رو تکون میده به سمت راست یا چپ. چرخش هواپیما بنک میشه که خب با استیک عمل میکنیم، ولی رادر باعث یا زدن میشه. ببین این جویستیک واقعا فکر کنم خیلی عین خود جویستیک ایرباس دیگه، یعنی رسما همونو بنازه همونه. آره اینا خیلی باحاله. این بچا فرمون چرخ جلوی هواپیما سگه خیلی خفنم. کاپتن داره اتوپایلوت رو تنظیم میکنه الان. اتوپایلوت تنظیم شد؟ همه چی داره؟ فلپ تیک آف. تلفن درست میشتر بدیم؟ نه کافیه برای فلپ رو با تجربه شرط بادی میتونی چیزای مختلف تنظیم کنه، ولی الان کافیه باید. اوکی بریم فول تراتل. من باید آها با اینطوری باید بکنم. نه نه الان باید با نوز. با نوز که باید با چرخه همچنان. آره آره آره. چه زمان؟ کنم با نوز باشه. اسپید آلاک. آه، کابتان با دستش روی شانس باشه. نه، سیفتیه واسه این که اگر من عبورت کنه. خب، الان دیگه با تیری ما. همون تیری. تراتل در، رادر در. رادر در. ویوان روتیت روتیت گیر اپ گیر اپ پازیتیو ریت گیر اپ گیر اپ. خیلی سریع اینو گفتی من. اوکی یه ذره نوز بیاد پایین تر، یک کم، خیلی کم. عالی بود. بچه ها یه پترن اجرا کردن، دوباره دارن اگه اشتباه نکنم تو فرودگاه خود استانبول میرن برای لندینگ. آریان البته داره به عنوان اف او یا فرست آفیسر همه کارا رو میکنه، کنترل دست من. بریم ببینیم که ستون چه جوری فرود میاد. رانوی از دور میتونید ببینید، البته این تصویر رو دیدید کدوم میخوای بشین؟ راست چپ خواستم بشین؟ چپ برو چپ پس هر جور میخوای بشین، ولی زیاد نیاز حرکت فوری بکنی، اشکال نداره. سرعت دستال الان میکنی رفتیم بالا، دماغو بده پایین. آندر اسپید بود داره، یعنی بیا بیا دست داریم میدیم آروم آروم. بیا پایین نه سرعت رو بیمه سیاسه دست جمع باشه. آره بهتره. بیا پایین بیا پایین. سخت ترین شرایطی که به عنوان خلبان توی فرود متصور هستی برای خودت چه چیزیه در صورتی که موتوراتو از دست نداده باشی؟ در صورتی که موتور از دست نداده باشم کراب لندینگه و شرایط جوی بد. کراب لندینگ رو توضیح میدی یعنی چی؟ یعنی باد جانبی شدید داشته باشی و باید هواپیما تقریبا به سمت باد سرشو میچرخونی، یعنی نوز هواپیما به سمت باد باید باشه که بتونی صاف روی بان بشینی، و این خب خیلی مانور پیچیده و سختیه. هفته نمیاد. خب بریم برای چیز گوراند. آره نمیشه بشه. برو گوراند. بگی بالا بگی بالا تلفمون گیر کرد. خب خود علی داره میره برای لندینگ دوباره بعد از اون گوراند. ببینیم که به چه چند درجه شد. یکم مشکل با فلپ دارم، فلپ درست عمل نمی کنه. فلپ فول بندینگ گیرم دام دام اینم ریست. سنتر رو میگیریم. آخ اگه تو نتونی بشینی ها. نه نشست؟ الان میشینم نشست؟ چقدر قشنگ جمعش کردیم. دقیقا خیلی قشنگ جمعش کردیم. تریتا بح بح ریورس 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 ریورس
خب ستونای من برم واسه تیک آف ببینم من چی گندم. بفرمایید. برو یه تری بزنم. یه ایمرجنسی لندینگ شما دور میزنید طرو یا من دور میزنم. راستشو بگو شما خلبانا تو کاکپیت سیگار میکشید شده بکشید. حالا تو که سیگاری نیستی ولی میکشید. آره سیگار. اه شیطونا. خاصی که داره خلبان دیگه رو بتونی بخره یا نه. آها آره راحت میکشن. درو میفنده سیگارشو میکشه. ممنوعه مثلا الکترونیک دیوایس هم اصلا نمیشه طبق قانون اف ای ای داشت روشن باشه ولی گوشیشون هم روشن میکنن استوری هم میگیرن. آقا چکلیس مکلیس مثل شما حالیمون نیست. نه بگیر. لخت نگاز میزونیم میریم. ببین همین رو بلند شیم یه لفت 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 بریم. اوکی لفت لفت لفت. راستین برگردیم بشینیم. درستی؟ خب آقا حاضرید؟ یه کمی کجی ها. نیا با واسه من کج بشت. خب. واسه من کمی با این جویستیک آشنا بشم. خب. چاتل دیم. بریم فول. ببین اینو بگیر. اول اینو بگیر کامبیز. اول فرمونه. تا چند نات من با فرمون برم؟ من تا 60 من به چی میگفتم اینجا؟ اسپید الایو وقتی رد کردی اسپید الایو خرابت میگم الان ویوان روتیت کن دیگه؟ دارم میکنم یک کمی به اعتهای بان نزدیک بیشتر باید روتیت کنی این با جویستیک خونه من فرق میکنه پازیتیف کلایم گیر آب آره ریتش با مال من فرق خیلی متفاوته. ببینم چرا به مسافرا میگن که باید گوشیشون رو خاموش کنن؟ دلیلش فقط تداخل فرکانس یا چیز دیگه هم هست؟ خب نه فقط تداخل فرکانس، چون اصلا من فکر نمی‌کنم که زیاد بتونه این کارو انجام بده، ولی اینکه مسافر تمرکزش باشه برای امرجنسی اگزییت ها و اینکه تمرکزش باشه رو صدایی که باید بشنوه. مثلا شما نمیتونید دو تا هنس فری داشته باشی، باید یکیشو در بیاری صداها رو بشنوی، اگر نکته‌ای بود صدای اضافه شنیدی سریع بتونی اطلاع رسانی کنی و حواست باشه به اون اطلاع رسانی هایی که میشه توسط مهماندار و خلبان، و باید تمرکزت رو فاز تیک آف و لندینگ برای مسافرها هم خیلی مهمه. این بیشتر برای اونه، وگرنه که شما میتونی با گوشیت کار کنی، یعنی اون فرکانس من فکر نمی‌کنم زیاد چیز خاصی باشه برای هواپیما. خب یه بنک نزنم؟ چرا؟ به چپ کامل به چپ 30 درجه. من دیدم این خلبانه هی اینطوری چه عدد کبکی دست بدن نوزت خیلی باله. چشم میخوای الان لندینگ کنی؟ آره دیگه یه نات فلاپ بده. در حدی صورت رو حفظ کنی یکم بیشتر. آها اوکی رو 140 حفظ میکنم. همین ناحیه رو نگه دار. عالی دیدم خیلی بی نظیری الان. فلیر آخر یه ذره بیشتر دماغ رو بده بالا. آره یکم هم تراتل یه ذره تراتل. عالیه عالیه بی نظیر داریم یکم عالی. من چطوری نشستم؟ عالی بی نظیر واقعا تو خونت بود. خیلی قشنگ نشستی تازه بدون یه انجین سرچل نگه داشتم. بی نظیره عالی داری میدی کارت بی نظیره یعنی اینگاه 20 سال خلبان نظر نوزدان راست میگی آبی مالا عالیه برو من توی یه ذره سرعت کمتر تو سی چهه آیدل کنم نه؟ نه برو هنوز رو میره کمتر برو نوزدم نه ترس سرعت دیگه نوزدم برو واقعا دیگه برو شهشتان که سرعت یک کم خیلی کم یه ذره ترین پلیفون ریتارد هستیم نه چون سرعتش زیاده تا نشست ریدرس برک پا من عالی بود. مسافرهای عادی چجوری میتونن تو یک نگاه فرق بوینگ و ایرباس رو حداقل بفهمن وقتی دارن به سمت هواپیما میرن تو اتوبوس یا وقتی دارن سوار میشن؟ شکل هواپیما، شکل موتور، شکل دماغش، اینا متفاوت کامله. حالا باید رو عکس نشون بدم، مثلا
ایرباس یه شکله، بوئینگ یه شکله که کاملا متفاوته. حالا لوگوش هم ممکنه باشه روی خود بدن هواپیما، ولی خب شکل موتور متفاوته و شکل دماغه هواپیما. خب به عنوان آخرین حرکت هم کاپیتان یه دونه از انجینا رو مخصوصا از مدار خارج کرد، خاموش کرد که امرجنسی لندینگ داشته باشه. بریم ببینیم چه میکنه. چقدر کچ میکنه هواپیما. آره تازه میبینید که هواپیما چقدر رده بازی میکنه به خاطر ولی رادر چقدر صاف کرد دیدی؟ آره این اهمیت رادر داره کارو انجام میده. رادر اینجاست که میفهمی که پرواز کرده که نکرده. یعنی در واقع هواپیما بدون انرژی هم میتونه به پروازش با یه دونه ادامه بده. لندینگ گیر اون دانه؟ هرچی با یه موتور چقدر سخته. اینجا دیگه ریورس نمیده. ریورس نمیدید دیگه. نه یه موتور داری میچرخه. آها دفتر تو پایم گرفتی کردن. آره بله عجب. باریکالله. کد ای پی روی هواپیماهای رجیستر ایران میدونی برای چیه؟ اصلا برای خاورمیانه است. اکو پاپا که میشه ای میدل ایست و پی هم میشه پرشیا یا پرنس آف پرشیا یا همون شاه ایران. اکو پاپا برای مشخصه ایرانه. آها بین این آخه خیلی چیز هستش. بین پرشیا و پهلوی و کارتون پهلوی قبول ندارم که برای پهلوی باشه، احتمالاً همون هم پرشیا رو امپایر اف پرشیا به نظر منطقی تر میرسه. کاپیتان دم شما گرم. قربون شما برم. سلامت باشید. بریم برای ادامه پرواز. سقوط کرد. خب اینم از پرواز ما توی این مرکز. خیلی حال داد، خیلی خیلی خوش گذشت. و جای شما خالی بیشتر میایم دیگه. حالا ویدیو بیشتر میگیرم اگر بشه. اینجام یه رانوی درست کردن خیلی بانمکه نگاه کن. و اینکه دم علی گرم که کمک کرد و لطف کرد اومدیم اینجا. و حالا دیگه از این به بعد پرواز واقعی و اینا میریم تو کاکپیت میبینید. و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کن اگه ندارید دیگه. بده لایک کن. دمتون گرم.